در جامعه افغانستان و در کشورهایی که تجربه شده. البته هر کشور بعد از جنگ زمانی که میخواهد به طرف صلح و ثبات و امنیت بره، شرط از در کشور که باید عدالت انتقالی را سپری بکنه. و بدون سپری کردن عدالت انتقالی هیچ کشوری نمیتونه که برای صلح پایدار، برای صلح دائمی در کشور دست پیدا بکنه. ولی مشکل عمده ای از ما باز هم تکرار میکنم که پیشتر هم گفتم که ما از عدالت انتقالی در افغانستان به زعم خود تعریف و تعبیر جداگانه داریم. ما یک تعریف مشخصی را که بتونه تمام جامعه افغانستان رو دنبال بکنه و بالاخره بر یک نتیجه ما برسیم که بر مردم خود ما اشاره بکنیم که یک، دو، سه، هیچ چهار موضوع یا هی سه موضوع است که ما میتونیم بالاخره افغانستان از این حالت بحران به طرف صلح بکشانیم، با تاسف که تا هنوز نداریم. امیدوار هستیم که همین بحث ها بتونه همین زمینه را ایجاد بکنن. و در پروسه عدالت انتقالی ها چه که بسیار زیاد شرط است، آگاهی مردم از عدالت انتقالی است که با تاسف ما امروز به عدم منابع آگاهی در ارتباط با عدالت انتقالی یا با فقر منابع در ارتباط با عدالت انتقالی در افغانستان روبرو هستیم. و این یک مشکلی هست که همه جامعه افغانستان و شخصا خودم که به بیشتر ولایت افغانستان سفر کردیم، وقتی که میگی چیزها و یا چیزهای آدم میشنند که اصلا باور آدم نمیه که مردم ما اینقدر در تعریف جدا دارن هزان چه که عدالت انتقالی پروسش باید تعقیب شود. و استاد اشاره کردن در قسمت از اینکه مفادی که ما امروز از آغاز برنامه عدالت انتقالی یا از نشر گزارش صدای مردم برای عدالت انتقالی در افغانستان داشتیم جز واکنش چیزی نبوده، من هم با ایشان موافق هستم و من ابتدا هم اشاره کردم به سخنان یکی از رهبرای ما که اونا حتی خودشان درباره عدالت انتقالی نمیفهمیدن. مشخص هم که گفتن دکتر سیما سمر ارتباط داره به فلان حزب و به مخاطری برنامه را اینا روی دست گرفتین و اینا کدام برنامه مشخصی برای عدالت انتقالی ندارن جز سرکوب کردن چند کسی هست که اینا رهبر هستن یا قومندان هستن یا بعضی کارهای دیگه، فقط اونا اینو مشخص ساختن. ولی مشکل ما همی است که اونا هم آگاه نیستن. ولی من فکر میکنم که اینجا یک سوال ایجاد میشه و اون سوال هی است که اگر ما بخواییم به طرف صلح بریم پس چی باید بکنیم؟ ما جواب از این سوال پیش ما هم با تمی هست که من ایفون دوستا با من چقدر موافق هستن. پیش ما شرط همی هست که ما باید عدالت انتقالی را در افغانستان تطبیق بکنیم ولی با نباشه وی که امروز هرچی که در فکر خود ما میگردن، بلکه ما باید از اون کشورهایی که عدالت انتقالی را اونا سپری کردن و امروز به عنوان کشورهای معادل در دنیا شناخته میشن یا سمبول عدالت انتقالی در دنیا هستن، ما باید از اونا همین اندازه استفاده کنیم یا راههایی که اونا تعقیب کردیم نتایج مثبت به دست آوردیم ما هم تعقیب بکنیم. و در حقیقت خود عدالت انتقالی یا مشخصا گفتم میتونیم که عدالت انتقالی عبارت از این است که ما کشور را از یک گذشته تقسیم شده و یک آینده مشترک باید انتقال بدیم. اصلا مفهوم و تعبیر عدالت انتقالی همی است که ما کشور تقسیم شده را میبریم به یک آینده مشترک. ولی بعد از که امروز ما امی تعریف بسیار کمتر داریم در جامعه خود که بتونه مردم از او تعبیر مثبت داشته باشن. و تا به این روز در جامعه افغانستان عدالت انتقالی به عنوان یک عدالت جزایی شناخته شده، در حالی که خود عدالت انتقالی چند سال گفتن که ما نباید عدالت سیاسی بسازیم، ولی نظر به تجربه‌ای که در سایر کشورها و نظر به تعریفی که اکثر دانشمندا دارن، اونا تعریف کردن که عدالت انتقالی عبارت از یک پروسه سیاسی اجتماعی است، ولی در برگیرنده شرایطی هست که او میتونه اعتراض جانبین یا جانبین اعتراض خود را بیان کنند و بالاخره مراحلش طی شود و کشور بره به طرف صلح و ثبات و امن در تمام دنیا اگر امی پروسه تطبیق میشه. و مدل از این ما میتونیم در کشور رواندا ما بیان بکنیم که وقتی که تقریبا 800 هزار رواندایی قتل عام شد، بعد از قتل عام همین 800 هزار امروز ببینید که در چوکات چارچوب قوای
همین ملل متحد یا حافظ ملل متحد در دنیا ببینن که رواندایی ها نقش بسیار حساس دارن، ولی اونا کشوری هستن که از افغانستان که در بحران بسیار زیاد شدیدی را سفری کرده، ولی ما فکر میکنم که اگر ما بحران او کشورها را نسبت به افغانستان مقایسه کنیم از اونا حتی بالاتر از ما بوده، ولی امروز اونا چطور توانستن تمین مراحل را به صورت بهترش پشت سر بگذارانن. و همچنان در قسمت تعریف خود عدالت انتقالی درست است که در ابتدا زمانی که با عدالت انتقالی برخورد می شد یا عدالت انتقالی در کشورها تجربه می شد، در اون وقت عدالت انتقالی را به عنوان عدالت جزایی و مدنی می شناختند، ولی بعدها زمانی که تحقیق صورت گرفت در این مورد، عدالت انتقالی را سه تعریف دیگر برش دادند که او عبارت است عدالت حقوقی است، عدالت اصلاحی است و همچنان عدالت اجتماعی است که هر کدام به زعم خود از خود تعریف‌های جداگانه دارند. و عدالت حقوقی را ما نظر به مشکلاتی که با مسائل قانونی که چون مستقیماً با قانون ارتباط دارد، ما فکر میکنم که ما هنوز در افغانستان بسیار زیاد مشکل داریم در این قسمت. در قسمت به عدالت اجتماعی در افغانستان ما امروز شدیداً مشکلات داریم. چرا؟ عدالت اجتماعی مفهومش همین است که یک حکایت میکنه از یک دوره بحران و نسل‌کشی، و ما این دوره به زمانی که بخواییم از طریق محاکم و یا از طریق ارگان‌های قضایی در افغانستان ما تحت بررسی قرار بدیم یا ما بتوانیم مراحل تایید بکنیم، آیا شما باور دارید در نظامی که امروز کسی که برده میشه به حلقه دار آویخته شود و فرار شود، آیا شما میتونید بالای از این نظام باور داشته باشید؟ هرگز. به عقیده ما هنوز نظام عدلی و قضایی در افغانستان نتانسته جایگاه خود در سیستم حقوقی افغانستان پیدا بکنند، یعنی یک تعریف حقوقی را نظام قضایی و نظام عدلی در افغانستان تا هنوز برای خود پیدا نکردند، یعنی مردم نمیتونه باور داشته باشه برای قضای افغانستان، برای که و علتش چیست؟ فساد اداری بیداد میکنند؟ قضا و نظام سیاسی ما در افغانستان نظام انوز ما یک قضای بی‌غرض سیاسی میتونم بگویم ما نداریم، نمیتونم بگویم که مطلقا اینا متعلق است به حزب سیاسی یا متعلق است، ولی امروز کسایی که در اونجا گماشته شده اکثرن و نظر به روابط سیاسی وجود داشته این اشخاص سیاسی هستن، و اگر ما پروسه عدالت انتقالی را در این صدد باشیم که بتونیم از طریق محاکم و قضای افغانستان، من فکر میکنم که بحران از این بدتر از بحرانی باشه که از زیر حلقه دار یا کسی که به دار آویخته میشه فرار کرده، شاید بحرانش بدتر از این باشه. پس نظر و تجربه‌ای که در اکثر کشورها هم شده، پروسه عدالت انتقالی زمانی که از طریق محاکم تحت بررسی قرار گرفته، بالاخره در قسمت جوابخواهی در اونجا مشکلاتی پیدا شده که دولت یا سیستم قضایی و یا محاکم در اون کشورها به یک نارسایی حقوقی روبرو بودن و امی علت بوده که پروسه عدالت انتقالی در اون کشورهایی که تجربه شده ناکام بوده. ولی برای عدالت انتقالی هانچه که بسیار زیاد میتونه مفید باشه همین کمیسیونی که ایجاد شده، البته شرایطی که از این کمیسیون باید با خود داشته باشه، اینا افرادی باشن که مطلقاً با جنایات جنگی هیچ رفتی نداشته باشن، یعنی هیچ گاهی مجرم نباشن، و یا کسایی باشن که از طرف یعنی تایید شون از طرف مردم هم، و بالاخره تا اینا بتونن این مرحله عدالت انتقالی رو در افغانستان تطبیق بکنن. و اگر ما یک کمی به تاریخچه عدالت انتقالی هم اگر وقت باشه دوستا را خسته نشن ما اشاره بکنم، در کشورهای مثل رواندا، مثل ویتنام، مثل تجاوز یا و یا قتل و یا نسل کشی که از طرف از نسل کشی ارمنی ها که توسط ترک ها صورت گرفت، در این دوره ها اگر مگر ما اشاره بکنیم میبینیم که برای سلوک منازعه در این کشورها زمانی که از سیستم محاکم یا استفاده شده باز همه تا در این کشورها هم ناکام بوده، برای اینکه که در اون زمان هم همین محاکم بی‌غرض مثل محاکم امروزی فعلی افغانستان ما یا مثل نظام عدلی و قضایی فعلی امروز که ما در افغانستان داریم، محاکم و نظام قضایی بی‌غرض نبودن و همین سبب شده که همین نظام به ناکامی مواجه شود. و البته یک چیزی که وقتی که کمیسیون مستقل به خاطر تطبیق عدالت انتقالی ایجاد میشه، این کمیسیون حتی صلاحیت محکمه کردن هم خودش داره،
صلاحیت حفر خودش داره، شاید صلاحیت ازیره داره، یعنی نه که خودش حفر بکنه کسی را، بلکه امین مراحل باید طی بکنه تا این که مردم حاضر شوند، مردم آگاه شوند و مردم خودشان بین مجرم و کسی که قربانی جنگ شده یا قربانی جنایت شده بین هزید و کسا تا اینا خودشان بدهن همی زمینه را ایجاد کنن. نه اینکه کمیسون بگونه مثال، البته مذارت میخواید مثال سنجر سر رئیل کمیسون است، بگوید ما میبخشم شما را برین پنجان بخدا چون رئیس کمیسون است، این دیگه چیز نیست. و در قسمت از اینکه پروسه عدالت انتقالی را ما باز هم تکرار میکنم که این بستگی بسیار بسیار کامل داره به همکاری مردم و در ضمنش به کمیسیون حقیقت‌یابی، ولی کمیسیون حقیقت‌یابی بدون همکاری مردم به هیچ وجه نمیتونه که یک کمیسیون مؤمن باشه، به خاطر تطبیق عدالت انتقالی نه تنها در افغانستان و در کشوری باشه اگر مردم همکاری نکنن. ولی مردم چه وقت میتونه همکاری بکنن؟ وقتی که مردم آگاه شوند، بفهمند که عدالت انتقالی تنهایی نیست که ما یک کس را به دار بکشانیم، بلکه ما باید اینی مراحل داریم و اینو باید طی بکنیم. و در قسمت میکانیزم های اجرای پروسه عدالت انتقالی هم ما میتونیم بگیم که یکی میکانیزم حساب‌دهی است و در میکانیزم حساب‌دهی این بهتر است که به شرط دموکراتیکش باشه. چرا یک میکانیزم بسیار پیچیده است، یک پروسه بسیار مغلق است و این ما نمیتونیم، قسمی که گفتیم که چند کشوری را ما نام بردیم که اینا در پروسه حساب‌دهی خود در محاکم ناکام شدن و همین بود که عدالت انتقالی در کشورها ناکام شد و این یک چیز بسیار زیاد عمده است. و مسئله حقیقت‌یابی هست یا مستندسازی هست که ما اسناد پیدا کنیم، قسمی که پیشتر اشاره کردم، مثلا خدای ناخواسته ما یک جنایت کردیم ولی ما در کاغذ نوشته نکردیم که تو برو احمد بکش یا محمود بکش یا تو برو خانه فلانی ده چپت کن، ما به زبان گفتیم نوشتهش نکردیم و این یک چیز بسیار زیاد عمده هست که ما باید اسناد داشته باشیم. و مسئله مصالحه است یا مسئله آشتی است و دیگر اصلاحات اداری و جبران خساره است که با تاسف کمیسیونی که به نام اصلاحات اداری ما در افغانستان داریم، یکی از شرایطی که امروز میبینیم تعیین بعضی از اشخاص در بعضی از ولایات افغانستان، شما همتون شاهد هستین، کسایی هستن که متعلق اطمان به یکی از گروه ها هستن، متعلق به افراد بسیار کلان یا به اصطلاح عام همو کسایی که در چوکات بسیار بلند قرار دارن، ولی کمیسیون اصلاحات اداری به عنوان از اینکه این شرایط ماست همو کسایی استخدام میکنه که اونا خودشان یک وقت ناقض حقوق بشر بودن ولی فعلا اونا در پست های بلند دولتی کار میکنن و از کمیسیون اصلاحات اداری اونا براحت گرفتین. این خودش یک سوال بسیار جالب است. ولی قسمت حقیقت‌یابی و در قسمت حقیقت‌یابی با توجه و فرهنگی که ما امروز در جامعه افغانستان داریم یا در جامعه خود داریم، ما فکر میکنیم که ما باید از راه‌های متنوع استفاده کنیم یا راه‌های متنوع را ما تعقیب بکنیم که میشه ما به صورت خلاصه چند چیز اشاره بکنم که یکی هم عبارت از حقیقت قانونی یا عینی است که همین برنامه مستندسازی است یا برنامه‌ای هست که ما باید مدارک از او به دست بیاریم. و دیگه حقیقت داستانی هست، ما چطور شرایط ایجاد بکنیم که کسی که جرم کرده و کسی که مجرم است ما بتانیم اینا را بالای میز مذاکره بشانیم و امی کسی که جنایت کرده ایده وادار بسازیم که خانم کوفی مثال دادن کشور افریقای جنوبی را که جنایت کارا در تلویزیون حاضر میشن و خودشان بیان میکنند که ما این جرم انجام دادیم و اعتراف میکنند به جرم خود و بالاخره مراحل تعیین میشه یا حفا میشه یا به زندان او تصمیم مردم است. و مرحله دیگه از این عبارت از حقیقت اجتماعی یا دیالوگ از بین دو طرف، کمی دیالوگ میکنند گفتگو بین دو طرف، مثلا ما اتهام میکنم خدای نخواسته که فلان شخص برادر من را قتل کرده مثالش و ما باید اسناد داشته باشم و یا ای که ما قناعت میکنیم. و مرحله دیگهش هم که عبارت از مرحله التیامی است یا مرحله آشتی است بین همه افراد که یا عفا میکنن یا اگر عفا نمیکنن میتونن که اینا را به محاکم یا خارن و جبران خساره برنگن.